خواهیم امرای نسرین خانم گب بزنم بسیار مهم است. یک دقیقا بیا اقامتی زنگ زده خانم، گفتم که وقت ندارین اما گفت که مهم است. برو. بله عقب جانب استی که تلفن ما جواب نتی نسرین، اما قول میتم هرچی از دستم بیایه انجام میتم تا به تو هیچ آسیبه نرسه. تا زمان حل موضوع مرا راحت بن. همراه کی گپ میزدی متی؟ همیشه تلفنت مصروف است. حالا باید به تو حسابی باتم؟ باید به دیگر حساب بدی، راست میگی. باکت حال هیچ وقتش نیست، اگر نه ازم خفه میشی. تو بیاز بندازی کافی مرا خفه ساختی، به خاطر تو ما ایندی خدا نادیده گرفتم. آینده چی لعنتی؟ از برکت ما اعتبار پیدا کردی. اگه من همی بودم کی به تو سلام میداد؟ متی قلب من مشکنونی. حق به جانب استی، دیگه تو را اذیت نمیکنم عزیز. معذرت میخوایم جانم، آلی چکر خون استی، بعدن گپ میزنیم. بعدن معدن نداره. بوکت خانم خانه ببر هر چیزی که داره جمع کنه، نمیخوایم دیگه چهره شو ببینم. متی ما بدون تو بوده نمیتونم، لطفاً مرا ترک نکو. بارو گم شده که نمیخوایم چهره تا ببینم، فهمیدی؟ مهدی پشیمان میشی، همراه من این کار کردن نمیتونی. عزیزی زن چرا تا بالا اینجا سه؟ دیگه چقدر تا ششتا و منتظر می باشیم؟ کدام مفکوره خوبتر داری؟ دارم. تو سازمان هم شناسی؟ ای دوست ما استخبارات هم شناسن. بگو این که در کجا پیدا میشن تا برم دوست خود نجات بده. بیادر ما می خواهیم که مثل تو یک کار کنم، اما سر دل خود کار کردن نمی تانیم. پولاد علمدار گفتا که ما دستور ندادیم هیچ کار نکنیم. ما تحت امر پولاد قرار گرفتیم اما من خبر ندارم. اگر نگرفتی پس ایجا چی میکنی؟ خواستم میره بفهمم که پولاد به خاطر دوست ما چی میکنم، اما دیدمش تا وقتی که ما کار نکنیم دوست ما نجات پیدا نمیکنم. دوستم چی مشکل داره که ما هم بریم دوست خدا بپاله؟ شما چی فکر میکنین؟ خیریت باشه جوانو، دباره چی کب میزنین؟ گفتن پولاد علمدار بسیار آدم خوب است، اما ما در اینجا از گرسنگی میمریم. هر غذایی که میخواین هست، حالا زنگ میزنم که برتون بیارن. تو اشتباه کردی پولاد علمدار، تمام افراد در خطر انداختی، اشتباه دوم مرتکب نشیم. چی میگن آقا اشرف؟ میگن که بچه را به رئیس تسلیم کنیم؟ اگر ما تسلیمشان نکنیم به هر شکلی که باشه اینا خدا به جایی که تربیه شدن میرسانن. اگر اینا نرن رئیس حتما اینا را پیش خود میخواید. آقا اشرف حالا وقتی ای کار نیست، اول گروگانو را نجات میتیم، بعدن با رئیس گپ زده و این موضوع را حل میکنیم. حداقل او را از این موضوع با خبر بسازیم. شما خبر بتین آقا اشرف، ما باید اونا را پیدا کنم. پیشکاری برش زرق کتاب خود بیاید. باید یک دو روز استراحت کنم. در زندان استراحت میکنم، او قدر به خود باشه که پیش دادستان چیز اشتباه نگوید. بچه اگر نمیتونی ما تو را پنهان میسازم. آقا باید دل خانم دادستانه به دست بیاریم، اگر نه شما را آرام نمیماند. وکیل بخوای که ارکان گرفته تسلیم کنه. دکتر میگه خانه بره،
چی وقت مرخص میشه؟ هفته آینده. خب لیلا جان، تو هم میخوایی که مرخص شوم؟ نه خیر، من هیچ نمیخوایم که باشه. برعکس میخوایم امی که مرخص شد از پولاد جدا شوم. اگه پولاد بخوای باز در یک امضا موضوع حل میشه. فقط تو نمیفهمی لیلا. البته که میفهمم، اما وجدان پولاد علمدار هیچ وقت برش اجازه نمیده که خانمش در شفاخانه باشه. واو، از او طلاق بگیره بیرسن. باندگه گپای ناخص. بیوز ایجا چیز زیاد نمیخوایه. میگه میترسم، حق به جانب است، چون موضوع صحتش است. میترسه دوباره صحتش خراب نشه. تو راست میگی، اما به جای او تو مری شدی لیلا. ایجا مرخص شو و تو در شفاخانه بستر شوی. چرا؟ مرا چی شده؟ راست بگو، کتابچه ملاقاتی را دیدی؟ چرا ببینم؟ به خاطر که پولاد به دیدنش رفته یا نی؟ اوف، باندگه بیرسن. یعنی که دیدی؟ دیدم، دیدم و شرمیدم. تنها ایسانی الماز به دیدنش رفته، اما یک کم امضایش برم عجیب معلوم شد. جانم، به خاطر پولاد با یک دیوانه بخیلی میکنی. تو ایره بگو که دادگاه حال ایجر آزاد میکنه یا نمیکنه. آمدیم ببینیم که پولاد علمدار به شما روش های تحمل شکنجه را یاد داده یا نداده. بسیار تشویشی هستی. با این تشویشت پولاد علمدار تو را زنده نمیمونه. اما من شما را کمک میکنم، نباید خب آسانی بمونه. برین صندوق را بیاری. خانم دادستان ارکان و سرک آمده. داخل بیارش. بفرماین. ماتی کجاست؟ با روان کدن تو فکر میکنه کار حل میشه؟ به شما سلام گفتن. گفتن بعضی کارهای مهم دارم. وقت خلاصت به نوشیدن قهوه پیشتان میایم. بیایه بیایه، باز من فالشان میبینم. مذرت میخوایم خانم دادستان، موکلم در مقابل شما احترام کردن فراموش کرده. مذرت میخوایم. میخوایم تشناب برم. باز میری؟ اول به سوالای من جواب بده. تو یلدرم از کجا میشناسی؟ من نمیشناسم. از افراد سابق حکومتی بوده. پولاد علمدار از ما خواست کمکش کنیم. گفت یادمو پیدا کنین، پیدایش کردیم. از کجا پیدا کردی؟ این راز دولت از خانم دادستان، شما پرسیده نمیتونین. ایره ما تصمیم میگیریم که راز دولت چی است. اشخاص مثل تو نی. ما دیگه چیزی برای گفتن ندارم خانم دادستان. هر کاری میکنین بکنین. باقی تا اولین پرواز بیا، کار داره. بیادر، چند دقیقه گپ زدن میتونیم؟ چی شده؟ کدوم مشکل داری؟ اما تو فکر کنن بیادر، موضوع عاشقی است نه؟ بله بیادر. ببین، از نگاه امنیتی ما نمیتونیم روابط خود زیاد عمیق بسازیم و با دوستای خودم نمیتونیم شانه بشانه استاد شویم. نه خیر بیادر، هیچ ربطی نداره. دختر در قریه هست. بیشی
قانون اولی کار برات گفتم. قانون دومی که مسلک ما معلوم است. دوست دخترت باید با این شرایط عادت کنه. بیادر با دختر کم احساس هست با تشویشم هست برش ایمیل میکنم. نفسم گزارشت باید برای رئیس بدی با دوست دخترت. نه تو تا بال خبر نداری؟ نمیفهمی که رئیس شما را از موبایل و کمپیوتر به خاطر حفظ جانتان من ساخته؟ تو نمیفهمی؟ بیادر با دختر بسیار جگرخون است. فقط یک ایمیل میکنم بیادر. آمدی اون نقطه ضعف مرا پیدا کردی بوراک. اگه موضوع دل نمی بود هیچ وقت برات اجازه نمی دادم. اما بگی کارت را کن. زنده باش بیادر. نشرم من بین زبان شما رو نمیفهمم. نه خیر بیادم من ایتا نوشتا نمیتونم. کم وقت میگیره. چرا که چیز در ذهنم نمی آید؟ اورهان بیدرد بخاطر چی هست؟ نوشتکو ای الماس کوه نور، هر قدری گست و دور باشم باید بفهمی که قلب عزیزم، ذهنم و تمام هستی ما در کنار تو هست. تو در خاطرات ما هستی. نوشته کنی بیاده اگه کم آیسته بگی. من خواه از گدام مواد نمیکشم او بچه. من برات گفای دل خودم میگم. ببین برات چی میگم هوش کنی که یک کلمام از پیشت نمانه فامیلی. ای آهو چشم بیاده در اینجا دستگاه چاپ هست. چرا دختر عکس خود روان کده؟ باش ببینم چی کنیم؟ تو را میکشم لعنتی. تو را چی هفت؟ گفتم تو را چی؟ نایبت احمق گفتم تو را چی؟ اینه چی که بس بچه ها؟ کی را میکشی لعنتی؟ کی را میکشی؟ بگونه؟ شما را میگو بچه ها بعد از نکنین نکاره. کی را میکشی ها؟ نکنین اوسو برو بس کنین دوستا چی میکنین؟ بس کنین بس هست لاودا بس هست دگر آرام باشه بعد از تو بچه ها واقعا او شدم. بهمن ما براتان نگفته بودم که سر صدا نکنین. شما بدون اجازه ما چطور بالای مخالفین حمله کرده میتونه؟ آقا ماتی وقتی که تو قنسولای خارجی را نابود میکدی آمدی و از ما نظر گرفتی؟ تو در کشور ما بی خبر از ما حتی یک قدم رو مانده نمیتونی. اگر کوششی کار کنی بایایت مشکنانا. آقا ماتی تصمیم بگیره کشور شماست یا کس پولا دارم دار که ما نظر به او اقدام میکنیم. لعنتی اگه من همی بودم تو در ترکیه قدم خودم مانده میتونستی؟ تو را از فهرست سیاه کی کشید؟ اگه من همی بودم تو را در کسافت دانیم انداختن. آقا ماتی مقصد کل ما یکی است. جنگ کردن به هیچ کسی فایده نمیرسونه. تو کار خود انجام بده پولا دلم داره از بین ببر. باز ما هر کاری که بگوی انجام بدیم. ما به هر دوی تانش دار میتونم. کوشش میکنین که افراد مرا در سازمان تصفیه کنین. اگه عقلتان در سرتان نگیرین در کندیل یک نفرتان هم زنده نمیمونم. سر کندیل امریکایی ها حاکم شده میتونن؟ اگه ما کمک لازمه به سازمان انجام ندیم جنگ خوبان نفس هم کشیده نمیتونن. بیادر
بیادر. خب برای ما سلام نداده میری؟ معذرت میخوام حکمت، فکرم بسیار خراب است. پیش پدرم میرم تون بیار. نه خیر، مهمان دارم. کی آمده؟ در مورد مامودی کدام خبر جدید است؟ او موضوع که من مغلق است. مام از مخاطر پرسیدم. این کار سازمان است نه؟ یاشار سگی کارا به سازمان سپرده بوده، اما در سازمانم بعض کارا شده. در سازمان چی شده؟ کسایی که کارا کده کلشون از زهر داده کشتن. این کارا که در شرق میانه کدن، در موضوعی مماتی هم رای تام کدن. در شرق میانه چی کدن؟ از سازمان استفاده کدن. میخواین که هر کس مخالف ترکیه قرار بگیره. سازمانم از این وضعیت خوش است. میگن به خدا نمیخواستیم این کارا کنه، اما در بین ما جاسوسای سوریه، ایران و جاسوسای اسرائیل است. حکمت، تو را چی به شرق میانه و جنوب شرقی؟ حالا بگو حکمت، بر رفتن به جزیره با موی گرفتن چقدر پول نیاز داری؟ حالا فهمیدم. تو سازمانه و افراد سازمانه یکی که از بین میبری. باندگه رئیس، من فکر میکنم که دستیسای سازمان اتحاد و هم بستگی ما را خراب میکنه. اینقدر زیاد سوریه نگو بیاده. سگای اینجا را پاکو کافیست. غازی حسن هر روز مرا دیوانه میسازه. حکمت، فقط تو مرا درک کردی، اما غلط درک کردی. بر صورت پیش پدرم کیست که تو نرفتی؟ از دوستای قدیمش است. در این روزا زیاد رفت آمد میکنه. قبلا ندیده بودمش. گپ های اق و ناق میزنه که من تحملش ندارم. خوب باز میبینیم. خداحافظ. اصلان بهترین شاگردم بود، اما بسیار بیوفا برامد. یک بارم زنگ نزد که استادی کار کنم یا نکنم. کارش که خلاص شد باز زنگ زد و برهم گفت. اما از مرگش متاثر شدم. کدام شاگرد دگام دارین که ما بشناسم؟ بله دارم. با اجازه تان من میرم. آقا پولات، منتظر تان هستم. در مورد شاگردهای گذشته گپ بزنیم. حتما میایم. بخیر بین آقا ده. چای منوشی بچه؟ منوشم پدر. ایچی هست پدر؟ بازکو ببی آقا دل آورده. او بسیار یک شخص ماهر است. آقا دلی رضا سیمیان آورده؟ نه خیر بچه، خودش جور کردم. ها قادل ادای بخش یک مهارت خاص داره. بعد از دقیقه سالا چرا به دیدن پدرم رفتین؟ صحبت کردن با پدر ذهن آدم راحت می سازه. قبلا به خاطر که در خارج از کشور بودم دیدن اتانستیم. حال نظر به ای که در اینجا هستم
میخواییم که زیادتر از صحبتاشان لذت ببرم و مستفید شوم. ایرا میفهمه نیک رئیس قبل از اینکه شما بین با تیر زردار کشته شده بود؟ تو میخوایی چی بگویی؟ پولات علم دار واضح گب بزن. رئیس با تیر زهردار کشته میشه و شما با پدرم تیر هدیه میتین. فکر نمیکنیم که تصادف باشه. میگی که ما رئیس کشتیم اما تو رس نه؟ اگه ایره بفهمم چیز نمیگم، فقط کار خود انجام میتون. کشتن رئیس با تیر زهردار با تو نه، با ما پیام بود. خواستن بگوین که تو رئیس نشی که نوبت تو هم میرسه. اونا کی هستن؟ کسی که شما و رئیس های قدر خوب مشناخت خارج است. گروه شما بوده نمیتونه. حق با جانب هستی. ما هم از همی خاطر میخواییم که وارد گروه ما شوی. عضو هیئت بزرگان باش. بازو وقتی موضوع را حل کن. پیشنهادتان را به یک شرط قبول میکنم. از من نخواهین که وظیفه فعلی من ترک کنم. بسیار زیاد میخوایی. به خود هیچ چیز نمیخوایم. هر چیزی که میخوایم به ملت و دولت خود میخوایم. از این بابت یکونه چیزی که بر خود میخوایم انتقام مرگ مموتی است. تو خدا بالاتر از حیات میبینی. تو امروز بخیر از رئیس بزرگان به هیچ کسی قدر قدرت داده نشده. اجازه دادن همیتانم که هم توانایی انجام دادنه عملیات داشته باشی و هم از رازهای ما آگاه باشی. اگه تو فکر میکنین پس آقا اشرف مناسب ترین نام زده است. ما میخوایم که در وظیفه فعلی خود باشم. ایده دستتونش بولاد علم دار. حیاتی که با تو وظیفه داده اگه بخواید دوباره